قبار زدایی از آینه ها. نامه امیر کبیر در مورد عمه ناصرالدین شاه جعلی است. روبهی می دوید از غم جان، روبه دیگرش بدید چنان. گفت خیر است، باز گوی خبر. گفت خر گیر می کند سلطان. گفت تو خر نی، چه می ترسی؟ گفت آری، ولیک آدمیان می ندانند و فرق می نکنند. خر و روباهشون بود یکسان. زان همی ترسم ای برادر من، که چو خر برنهندمون پالان. هر کجا سنگ گپی پای لرونه، جونم شیر بگو دتا، او او شیر بگو ستا، او او شیر بگو چرتا، او او. خانم ها و آقایان محترم، سلام بر شما. یکی از آثار شوم حکومت‌های مستبد این است که مخالفین خودش را به رنگ خودش در می‌آورد. کپک استبداد، استبداد زیر پرده دین، بر خلقیات ما هم نشسته و جا خوش کرده است. متدولوژی، نوع داوری، نوع برخورد با مخالف رأی و نظر خیش و سبک کار بسیاری از ما گاه با عملکرد رژیمی که مثلا از اون فاصله گرفته و زاویه داریم مو نمی زند. ما در دنیای زندگی می کنیم که از رسانه ها اشباع شده است. در این شورزار ارتباطی، این خبر کذب و اون تحلیل آبکی پشت سر هم در کانال ها و وبسایت ها سرک می کشد تا مخاطب را سر کار بگذارد. امروزه جهان رسانه‌ای، جهان زیست لحظه‌ای و زودگذر در آشوب کده خبرهای قلابی است و مرتجعین غالب و مغلوب شب و روز در حال تولید انبوه گزاره‌های غیرواقعی و دروغ، گزاره‌های غیرواقعی و گلالود کردن فضای اندیشیدن هستند. در فضای رسانه‌ای و ارتباطی، به ویژه یوتیوب و فیسبوک فقیر و بی‌محتوای فارسی که آینه روحیات ماست، درنگ کنیم، پر از ناخالصی و خاک و خل است و به ساده سازی بیش از حد مطالب پربار و پیچیده دامینگ داون میدان می دهد. بیشتر ما خود کاری نمی کنیم، اما از اینکه دیگری کاری کند ناراحت می شویم. حرفی برای گفتن نداریم، ولی با نفی دیگران خود را اثبات می کنیم. تحریف تاریخ و حقیقت، سطحی‌نگری و سیاست زدگی و فقر تفکر مرا به اختیار به یاد امثال شکرالله پاکنژاد، آیت الله طالقانی، دکتر علی شریعتی، بیژن چهرازی، هوشنگ عیسی بگلو، شاهرخ مسکوب و هیبت الله معینی چاغروند می اندازد که سرشار از معرفت و فروتنی بودند و برایشون حل مسائل انسان، به خصوص انسان معاصر و مردم دردمند جامعه ایران اهمیت داشت. آنان ابدا ابدا در بند تصویر دیگران از خودشان نبودند.
در دوران ما اما هر کسی میخواهد کشماله خودش را پر از شیر کند. حقیقت و شناخت و روشنگری و ولتر و مولتر همه بهانه است. یادمون باشد که فیسبوک آینه روحیات ماست. چی در اون میبینیم؟ وصیت‌نامه جعلی مریم میرزاخانی؟ نقل قولهای دروغ از ولتر، از ژان پل سارتر، از احمد شاملو، از نیچه، چرچیل، هایزر، کارتر، گورباچوف، حتی جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا و مورگان فریمن هنرپیشه آمریکایی، خانم مرکل صدر اعظم پیشین آلمان، سلمان رشدی، نقل قولهای دروغ. و این روزها نقل قولهای غیر واقعی منتسب به محمد ابن زکریای رازی، آن هم از سوی کسانی که هنری جز هیستری ضد مذهبی و دبدبه و کبکبه نداشته، کشت مرده لایک و کلیکند. برگردیم به امیر کبیر. دوستان دانشور و فرهنگ ورز، در این مطلب دستخط جعلی منصوب به امیر کبیر در مورد عمه ناصرالدین شاه را که سالها پیش نزدیک به 100 سایت و وبلاگ توی بوق کردند، در مجلس ششم توسط حجت الاسلام مهدی کروبی قرائت شد و در تلویزیون حکومتی آقای خسرو معتضد از آن به عنوان سند تاریخی یاد کرد، مورد بحث قرار می دهم. یادآوری کنم که زنده یاد دکتر ایرج افشار در شماره 31 مجله بخارا و در بخش پاره ها و تازه های ایران شناسی در به اصطلاح سند مزبور تشکیک نموده و جعل و عریضه به افتخار امیر کبیر را دردمندانه زیر سوال بردند. به خون غلطیدن امیر کبیر در حمام باغ فین کاشان، حسنک وزیر را که به فتواهای خلیفه بغداد تحت عنوان قرمتی به دار آویخته شد، عمید الملک کندری وزیر طغرل و البرسلان که خونش در مرو بر زمین ریخ و سرش به نیشابور برده شد، و میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام را که به دستور شاه خفهش کردند به یاد می آورد. ایستادگی امیر کبیر در برابر نیروهای کهنه و میرا و مرگ دلخراشش به اندازه کافی گویاست. اما برخی که شغل شریفشون شیادی و عوام فریبی است، همین الان هم با جعل عریضه و دستخطی که هیچ ربطی به اون وزیر خردمند مغضوب ندارد گرامی دهند، وقایع اتفاقیه را می شود به دلخواه کش و قوس داد و می شود همه را فیلم کرد و سر کار گذاشت و به ریش و گیسویشون هم خندید. خاقانیون کسان که طریق تو می روند، زاغند و زاغ را روش کبک آرزوست. خاقانیون کسان که طریق تو می روند، زاغند و زاغ را روش کبک آرزوست. پس طفل کارزوی ترازوی زر کند، نارنج از آن خرد که ترازو کند ز پوست. گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار، کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست. هر کجا سنگ گپی پای لرونه، جونم شیر بگو دتا، او شیر بگو ستا، او شیر بگو چرتا، او عریضه مزبور را قرائت می کنم. قربانت شوم از سایه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولم، خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا معزول کرده بودم، به توصیه عمه خود ابقا فرموده
و سخن هزل بر زبان رانده اید. فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورند تا اعلی حضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود. زیاده جسارت است تقی. دستخط این نامی جعلی در شبکه مجازی فت و فراوان است. این نامه بدون تاریخ که برخلاف مکاتبات عهد قاجار پر از نقطه و ویرگول است، در هیچ یک از کتب معتبری که درباره امیر کبیر نوشته شده وجود ندارد. 80 نامه امیر کبیر به ناصرالدین شاه در دسترس است. من شماری از آنها را دیدم. در مجموعه مکاتبات امیر کبیر هیچ نشانی از به اصطلاح سند مزبور نیست. دکتر عباس اقبال آشتیانی و دکتر فریدون آدمیت در کتابهایی که در مورد امیر کبیر نوشتند کوچکترین اشاره‌ای به نامه وی در مورد عمه ناصرالدین شاه ندارند. در کتاب اسناد و نامه های امیر کبیر چاپ سازمان اسناد ملی 1379 کپی دستخط وی موجود است، میتوان دید شیوه خط و پیچ و خم کلمات اون دستخط ساختگی کوچکترین شباهتی با خط امیر کبیر ندارد. زمان امیر کبیر هیچ کس تهران با تای دستدار را با ت دو نقطه نمی نوشته. هنوز فرهنگستان زبان و ادب فارسی تأسیس نشده بود که بر املای تهران با دو نقطه به جای تای دستدار تأکید کند. آنچه گفتم در همین دستخط جعلی هست. تهران با دو نقطه است. نامه های امیر کبیر خطاب به ناصرالدین شاه با عباراتی چون قربان خاکپای همایون مبارکت شوم آغاز می شود و جائل اون به اصطلاح سند نمی داند که قربانت شوم برای طبقه خاصی به کار می رفت. امیر کبیر نامه های خودش را با هو آغاز می کرد و مکاتبه با شاه را با جمله زیاده جسارت نورزید باقی الامر همایون متا و نظایر اون به پایان می برد و جائل مزبور که تنها به تقی خشک و خالی بسنده کرده بند را آب داده است. در نامه جعلی مورد بحث خطاب به ناصرالدین شاه گفته شده سخن هزل بر زبان رانده اید. و جالب اینجاست که آخر نامه تعارف شاه عبدالعظیمی کرده زیاده جسارت است. امیر کبیر در نامه ها از همسرش با عنوان ملکزاده خانم و گاهی خانم اسم می برد و هیچگاه در هیچ یک از مراسلات او به شاه حتی هنگام گله از همسرش او را همشیره همایونی خطاب نمی کرد. و بالاتر از همه در اوائل عصر ناصری کسی که لقب موثق و دوله داشته باشد هرگز حاکم قوم نبوده و شاهزاده معزول موثق الدوله اصلا وجود خارجی ندارد. در پایان توضیح کوتاهی راجع به واژه تهران با تای دستدار و تهران با ته دو نقطه بدهم. روزنامه اتفاقیه و اسنادی مثل فرمان مشروطیت که تازه بعدها نگاشته شده گویاست که اون زمان هیچ کس تهران با تای دستدار را با ت نمی نوشته. هنوز فرهنگستان زبان و ادب فارسی تأسیس نشده بود که بر املای تهران با ت دو نقطه به جای تا تأکید کند. هیچ رجل اداری و دیوانی عصر قاجاری، حتی بقالهای تهران در عصر امیر کبیر این واژه را با ت دو نقطه که بعد از عصر احمد شاه باب شده نمی نوشتن، تا چه رسد به میرزا تقی خان فراهانی. در قانون اساسی مشروطه و متممهای اون که من
تمام اون رو ثبت کرده و در سایتم گذاشتم. 8 مرتبه کلمه تهران با تای دسته دار و نه تهران با ته دو نقطه است. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد، ابن بلخی در فارسنامه، محمد ابن محمود ابن احمد توسی در عجایب نامه، سمعانی در الانساب، ظهیرالدین نیشابوری در سلجوق نامه، قاضی عماد الدین در عجایب البلدان، شرف الدین علی یزدی در ظفرنامه تیموری و بسیاری دیگر از دانشمندان و پژوهشگران در آثارشون تهران را با تای دستدار ثبت کردند. من بی اختیار به یاد نامه جعلی چارلی چاپلین به دخترش که ساختگی و من درآوردیست افتادم و نیز نامه های جعلی عمر و یزدگرد سوم. چون صحبت از محمد ابن زکریای رازی شد، اجازه می خواهم نکته ای را یادآور شوم. نقد خیشاوند سنجش، خیشاوند روشنگری و عامل رشد و پویایی است. نقد خرافه و دین هم ضروری است. نقد دین شرط مقدماتی هر نقدی است، اما به شرطی که با هیستری ضد مذهبی و پیشداوری آلودش نکنیم. واقعش بدون آشنایی کامل با زبان کتب رازی که غالبا عربی است، نمیتوان داوری همه جانبه‌ای در مورد او داشت و شایسته نیست حرفهای خودمون را از قول رازی یاد کنیم. کم نیستن کسانی که اسم اون حکیم فرزانه از زبانشون نمی افتد، اما یک ورق از کتب او را به زبان اصلی نخواندن، آشنایی اندکی هم با اصل نوشته های وی ندارند. خواهران و برادران عزیز، خانم ها و آقایان محترم، از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این مطلب توجه فرمودید. دمت بین راست که دلبر، بین ناد و ماری وای، ندوری بارا که تو عقل و شما های آری وای، ندوری بارا که تو عقل و شما های آری وای. لدوری بالا که تو عقل و شما های عرهی وای، لدوری بالا که تو عقل و شما های عرهی وای، لدوری بالا که تو عقل و شما های عرهی وای، لدوری بالا که تو عقل و شما های عرهی وای، لدوری بالا که